سلام به تک تک شما از قبیله هوروسکوپ فارسی راشل هستم، آسترولوژر شما، پایگذار و معرف استرولوژی در ایران در سال 2015. میخوام براتون درباره هوروسکوپ نیمه اول ژانویه 2024 صحبت کنم. اگر مایل به پیگیری مطالب پیج هوروسکوپ فارسی هستید، صفحه اوریجینال هوروسکوپ فارسی رو در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. خب امروز شیشم ژانویه است و میدونم که چند روزم خبری ازم نبوده بعد از سال نو هم ویدیو ندادم نگفتم خب سال 2024 رو شروع کردیم سال نو مبارک الان میگم میدونید که درگیر هروسکوپ های سالیانه بودم و به شدت روی اونها وقت و انرژیم رو متمرکز کرده بودم تا بتونم زودتر اونها رو آماده بکنم میدونم که همتون منتظر هستید که ببینید هلوسکوپ های سالیانه حاضر شد بله هلوسکوپ های سالیانه 2024 حاضر شده بسیار کامل درباره همه چیز براتون صحبت کردم روز به روز توضیح دادم به خاطر اینکه سال 2024 برای من شخصا مطمئنا سال بسیار پردرسیه چون پلوتو دقیقا روز تولدم تشریف میاره روی سر خورشیدم و میدونم که تب و تاب خیلی زیاده بنابراین من خیلی خیلی کامل برای هر نشان هروسکوپ ها رو توضیح دادم از هم کلی توضیح دادم هم جزئی از اول سال شروع کردم روز به روز رفتم و تمام توانم رو گذاشتم مهمترین تعاملات هر نشان رو به تصویر کشیدم براتون یعنی صحبت کامل کردم در موردش اما درباره اینکه حالا اینها رو کی لانچ میکنیم یعنی در دسترس قرار میگیره در فروشگاه گذاشته میشه و اینها اگر اجازه بدید بعد از اینکه صحبتم در مورد تعامل... در مورد تعاملات تموم تعامل شد بعد اونها رو توضیح بدم ببینید ما سال 2024 رو شروع میکنیم در حالی که مرکوری در نشان کماندار در حال حرکت برگشتی بود بنابراین ما با حرکت برگشتی مرکوری اومدیم تو سال 2024 پس ببینید سال 2024 ادامه انرژی های سال 2023 است حرکت برگشتی مرکوری که از سال 2023 شروع شده و در 2024 مستقیم میشه از طرف دیگه زاویه های مرکوری با نپتون زاویه های 90 درجه سختش با نپتون که باعث سردرگمی شد و اینکه ما اصلا هیچ شفافیتی نداشتیم در مورد اتفاقاتی که داره میفته و سردرگم مکالمات سردرگم کننده و سوء تفاهم ها و عدم درک متقابل ها و و حقیقت اینکه حقیقت اینکه یعنی با وضعیتی که هم مرکوری برگشتی هم در 90 درجه با نپتون اصلا دیدن جزئیات و اصلا دیدن اینکه چه چیزی میخواد اتفاق بیفته قابل پیش بینی نیست. ما با این دو تا ما با این زاویه دو بار دست و پنجه نرم کردیم سایه 2023 و بار سومش رو در نهم ژانویه 2024 تجربه میکنیم. از طرف دیگه ما در دوم ژانویه زاویه 90 درجه بین ونوس و ساترن رو تجربه کردیم که ادامه انرژی ژانویه 2023 است یعنی زمانی که ونوس و سترن با هم در 24 درجه نشان آکواریوس پیوند خوردن ما انرژیمون رو وقتمون رو عشقمون رو شایستگی هامون رو صرف چه کسانی و چه چیزهایی کردیم از ژانویه 2023 تا ژانویه 2024 ما استاندارد هام رو چقدر درست انتخاب کردیم و چقدر الان میفهمیم که از نظر عاطفی و از نظر پولی در مسیر درستی هستیم بعد از یک سال آیا نگاه شما به رابطه هاتون و مسائل مالیتون و مسائل ارزشی درونتون اعتبارتون اولویت هاتون دقیقا الان مثل ژانویه 2023 چه اولویتی اون موقع بود که الان دیگه اولویت شما نیست چه چیزی در نگاه شما در نگاه شما چه چیزی حقیقی بود و واقعیت داشت اما دیگه نیست و احساس میکنه در این یک سال متوجه شدید که اشتباه ارزیابی کردید شاید چه چیزی داره از شما خنک میشه سرد میشه اون ارزشمندیش و در حقیقت اینها ببینید همه ادامه انرژی هم هستن ما دقیقا در امروزی که من دارم براتون صحبت میکنم 90 درجه بین کایران و خورشید رو داریم الان تجربه میکنیم خورشید در کپریکورنه و کایران در نشان قوچه خب این, این, این از کجاست این دقیقا ادامه انرژی اپریل 2023 است بر اینکه این, این دوتا در اپریل 2023 در نشان قوچ با هم دیگه پیوند خوردن بنابراین ما در مرحله هستیم که ادامه 2023 است و دقیقا چشم ما به شدت باز میشه به شدت باز میشه درباره اینکه چطور مسئولیت تصمیم های 2023 مون رو به عهده بگیریم و به خصوص در اواخر ژانویه و فوریه امسال انتخاب هایی بکنیم که یا باید اون تصمیم ها رو تغییر بده کاملا یا این تصمیم هایی که گرفتیم رو ارتقا بدیم چیکار میخوایم بکنیم سال 2024 به خصوص در ماه فوریه بسیار بسیار مهمه و مسیر خیلی از ما باید مشخص بشه بعد از اون ادامش مارش اپریل می اینها ماهای بسیار مهمی بسیار مهم و تمام سال 2023 رو در حقیقت جمع جور میکنن حتی قبل از اون رو و پلوتو در 21 ژانویه 2024 همراه با خورشید وارد نشانه آکواریوس میشه و ما به شدت به شدت در حال جمع کردن تمام اتفاقات تو زندگیمون هستیم که از 2008 شروع شده از 2008 حقیقت اینه که از 2008 شروع شده و ما از 2008 در موقعیت های قرار گرفتیم که امروز بتونیم قدرت درون خودمون رو پیدا بکنیم و یه چیز جالبی براتون بگم من به شدت با ورود مارس به نشان کپریکورن چون مارس چهار ژانویه وارد نشان کپریکورن شد و نشان کپریکورن نشانیه که قدرت مارس اونجا زیاد میشه اصطلاح میگیم اونجا اگزالتد میشه قدرت مارس قوی و مارس چند هفته اینجا میتازه و من به شدت احساس میکنم که این حرکت مارس در کپریکورن چون دو سال پیش اینجا بوده یعنی سال پیش ما اینجا نداشتیم مارس رو دو سال پیش 2022 این حرکت مارس در نشان کپریکورن دقیقا برمیگرده به اینکه ما نسبت به سال 2022 حتی چقدر به نقطه قدرتمون اتکا کنیم و با قدرت و با قدرت درونی فریاد بزنیم که من متعهد میشم که فلان کار رو انجام بدم فلان چیز رو به نتیجه برسونم فلان عمل رو حتما استارت بزنم فلان چیز اولویتم باشه و ازش دست نکشم میدونید با قدرت من با ورود مارس به نشان کپریکورن دقیقا توی خواب این قدرت رو در وجودم تجربه کردم که به یک سری نیروهای تاریک در حال فرمان بودم و این قدرت آنچنان توی خواب در من جاری شده بود یعنی اصلا باورم نمیشد و دقیقا نگاه کردم دیدم مارس وارد نشان کپریکورن شده بود. این یک این یک برخواستنیه که در هفته های آینده اتفاق میافته. دقیقا از هر چیزی که باعث شده که ما نتونیم حاکم درون خودمون باشیم حاکم زندگی خودمون باشیم هر کسی توی وجودش یک حاکم داره هر کسی توی وجودش یک صاحب منصب داره هر کسی توی وجودش یک مقامداری داره که در حقیقت اون مقامدار حالا اون حاکم اون صاحب منصب اگر که بیدار بشه اگر کنترل اوضاع رو دستش بگیره در حقیقت هیچ چیزی نمیتونه جلو دار ما باشه و مارس در نشان کپریکورن به نظر من در هفته های آینده این رو قویا تقویت میکنه مارس در نشان کپریکورن بسیار بسیار عالی عمل میکنه اما فراموش نکنیم <تصفح> ببخشید پلوتو در حال حاضر در 29 درجه نشان کپریکورنه مارس در حال حاضر در 0 درجه نشان کپریکورنه یعنی یکیشون وایستاده ورودی کپریکورن یکیشون وایستاده خروجی کپریکورن در حالی که خورشید امروز در 15 درجه نشان کپریکورن یعنی دقیقا در نقطه میانی 14 میشه نقطه میانی بین این دوتا یعنی خورشید دقیقا در وسط این دوتا انرژی قرار گرفته و این دوتا انرژی مارس و پلوتو حاکم های نشان اقرب هستند و الان که من در براتون این ویدیو رو آماده می کنم ما هم در نشان اقربه ببینید چقدر ببینید چقدر انرژی ها قدرتی و سنگین هستند نشان کپریکور نشان آبکی و بی خودحکی نیست آبکی منظورم از عنصر آب منظورم نبود توهین نشه به نشانهای عنصر آب خرچنگ و نمیدونم ماهی و اینها اقرب نه منظورم آبکی که خودمون میگیم که مثلا طرف شولوول آبکی منظورم بود آبکی نیست نشانه کپریکورن کپریکورن نشان مدیریتیه نشان قدرتیه و از طرف دیگه خب اقرب رو هم که همه معرف حضورمون هست اقرب انرژی بسیار سنگینی داره و انرژی اقرب هم بسیار قدرتیه و دقیقا مارس توی کپریکورن خورشید توی کپریکورن دیگه پلوتو توی کپریکورن و به زودی مرکوری هم وارد کپریکورن میشه و به زودی ونوس هم وارد کپریکورن میشه زمانش آیا نرسیده که ما کنترل شرایط و اوضاع زندگیمون رو به دستمون بگیریم آیا نرسیده اون شرایط که قدرتمندانه بیستیم قدرتمندانه بیستیم با شجاعت بیستیم آهنین آه در راستای یعنی قد علم بکنیم ستون فقراتمون در راستای اون قانون الهی که داره برای ما رقم میخوره آیا وقتش نرسیده با این همه انرژی در نشان کپریکورن با وضعیتی که پلوتو در درجه آخر نشان کپریکورن داره به شدت وقتش رسیده به شدت و یه چیزی که هست اینه که این انرژی آسون نیست این انرژی با شروع ژانویه آسون شروع نمیشه چرا چون مرکوری دوم ژانویه مستقیم شده اما هنوز از 90 درجه آخرش با نپتون نگذشته ژانویه میگذره من توی هروسکوپ های سالیانه برای همه استارت انرژی قدرتمند رو از دهم ژانویه اعلام کردم ما دهم ژانویه بعد 11 دهم ژانویه زاویه بین خوب بین مارس و ساترن رو داریم 11 ژانویه ماه نو بسیار بسیار قدرتمندی در نشان کپریکورن تجربه میکنیم که من بسیار این ماه نو رو دوست دارم چون فکر میکنم دقیقا دروازه انرژی به سمتی که تکلیف خیلی از ماها رو باید روشن بکنه و روز بعدش مارس با جوپیتر در زاویه خوبی قرار میگیره و بعد از اون حسابش رو بکنید در 20 بیست ژانویه خورشید با پلوتو دیدار میکنه در 29 درجه کپریکورن ببینید یعنی نقطه پایانی نقطه پایانی و بعد وارد نشان آکواریوس میشه و بعد پشتش پلوتو میاد تو آکواریوس در صفر درجه نقطه آغازین ببینید ما دقیقا در حال بستن فازهایی هستیم که ما رو قرار داده از 2008 توی نقطه هایی که نقطه، نقطه،, نقطه 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 رسیده مثل نقطه بازیه نه اینکه بگیم همه چی از 2008 شروع شده ما از 2008 شروع پریدیم به 2024 نه نه پریدیم تصمیمی که 2007 گرفتیم 2008 ما رو رقم زد در پایان 2007 بسیاری از ما تصمیم های حیاتی گرفتیم انتخاب های بسیار مهم در زندگیمون و 2008 ما یک مسیر جدید رو شروع کردیم دیدارهایی که ممکن اتفاق افتاد در زندگیمون باعث شد که یعنی آدم هایی که هم زندگی اون باعث شد که ما مثلا از اینجا بریم به اونجا از اونجا بریم به اونجا از این کار به اون کار اون کاری که اونجا شروع کردیم نمیدونم اتفاقی افتاد که رفتیم یه جای دیگه همه این ها مثل نقطه بازی به هم وصل شد مثل این بازی هایی که یک از مثلا فرض کنید یه شکل بزرگی رو با نقطه به هم وصل میکنن در آخر وقت میگه یک و دو و سه و چهار و بعد آخر سر مثلا این 560 نقطه بوده شما پونسد و که وصل میکنی به یک تصویر بزرگ میرسی به نظر من تصویر بزرگی که داریم بهش میرسیم تصویری که از 2008 شروع شد نقطه صفرش اما مطمئنا یک فاز بسیار قدرتیش در 2019 و 20 شکل گرفت 2021 22 و بعد هم 23 که گفتم حتی براتون نقطه هایی که وصل میکنه مستقیم به 2024 و وقتی که ما در 2024 قرار میگیریم باید باید اونها رو ببندیم باید نشان کپریکور نشان قدرتیه نشان کپریکور نشان هدفمندیه من مشخص میکنم هدفم رو در زندگی اولویت مهمم رو در زندگی بالای کدوم قله رو دارم نگاه میکنم کدوم قله رو میخوام برسم بهش و چه چیزهایی مانع از حرکت سبک من در صخره های کپریکورنه چون من باید این بز بپرم دیگه و اگر نتونم بپرم یعنی بارهای سنگینی دارم و پلوتوی که میاد در نشان آکواریوس قبل از اینکه برس در 29 درجه به خورشید دیدار میکنه میگه که دینگ 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 به نظر من دینگ دینگی که داره میزنه دقیقا مثل دینگ دینگیه که ما همه گوشامون آشناس از سینرلا که داره دوازده تا ضربه رو میزنه و در ضربه دوازدهم تموم میشه همش این احساسیه که من دارم این احساسیه که من دارم از اتفاقات ژانویه و یک یک اه, یک سناریوی شمیمی به حقیقت در مارچ و اپریل 2023 از این انرژی ما دریافت کردیم تا متعاقبش در می 2023 ادامه همون بود به ما نشون داد که سنگینی ها مربوط به چیه به ما نشون داد که تغییرات مربوط به چیه تبدیل و دگردیسی باید در کدوم قسمت اتفاق بیفته به خصوص اگر از نشانهای کاردینال درجه آخر باشید و اگر از نشانهای فیکس درجات اول باشید یا نشون داد ببینید با ورود با ورود پلوتو مثال بر... مثال خودم بزنم چون زندگی من کلا صفحه باز انرژی آسمونه یعنی اینکه همون چیزی که مولانا میگه بشنو از نی چون حکایت میکنن چون همه ما اومدیم نی بشیم و وقتی که نی میشیم چه اتفاقی میفته تمام این نوت ها در ما دمیده میشه نوت هایی که داره از این سیارات در ما جاری میشه این هایی که تمام نوت هایی که داره در یونیورس نواخته میشه در جاری میشه ببینید در دقیقا در مارچ 2023 وقتی که خورشید وقتی که پلوتو وارد نشان آکواریوس شد چون خورشید من در ورودی نشان آکواریوسه چه اتفاقی افتاد اول اینکه بگم خورشید من در ورودی نشان آکواریوسه خورشید مامانم در ورودی نشان تارسه یعنی اینکه خورشید من و مامانم در 90 درجه است وقتی که این اتفاق افتاد دقیقا برادر من یک تصادفی کرد که خانومش متاسفانه فوت کرد پسرش اگر یادتون باشه فکر میکنم خیلی هاتون شنیدید این داستان من پسرش در شرط خیلی بدی در شرط جراحی و چند تا جراحی اینا قرار گرفت و کاری ندارم به اون زمان یه شوکی اومد این شوک مسئولیتی داد یک سری حقایق رو نشون داد یک سری حقایق رو در خانواده ما نشون داد و هر کدوم ما به هر حال یه نوعی درگیر این انرژی شدیم من نمیخوام جزئیات رو بگم اما به هر حال مامان خود من بیشتر از همه تحت تاثیر قرار گرفته چون بارهای تمام اونا رو دوش خودش میکشه و حالا پلوتو رفته عقب ببینید یه 90 درجه کرد با خورشید مامانم پلوتو یعنی زندگیش رو زیر رو کرد و در تمام این مدت خب پلوتو رو بهش نشون میده که باید چی کار کنی اما خب مامان من داره احساسی رفتار میکنه و نمیتونه تصمیم درست بگیره و من خیلی نگرانم چون هر چقدر که بهش میگم تصمیم درست چی اون باز داره از نقطه نظر احساسی با طبق الگوهای قدیمیش میاد جلو رفتار میکنه و من منتظرم این پلوتو این بار میاد روی خورشید من و 90 درجه میشه با خورشید مامان ببینیم که چی اتفاق میفته بعد از اون اتفاق ببینید بعد از اون اتفاق یک سری تغییرات در خانواده ما ایجاد شد که به خصوص زندگی مامان منازیر رو, رو کرده ببینید دارم مثال خانواده خودم میزنم که متوجه بشید این شروع شده براش اون فشارها خب مثلا برای مامان من شروع شده بچه کار میکنه پلوتو داره بهش حقایق نشون میده میگه ببین وقتی داری این رو میکنی این مسئولیت رو به عهده میگیری این نتیجهشه این نتیجهشه این نتیجهشه و این نتیجه ها رو من خودم پیش 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 گفته بودم اما خب گوش نمیکنه دیگه مادر احساسی و بعد پلوتو رفته عقب و اون داره همونجوری با همون الگوها میاد ادامه میده و حالا پلوتو میخواد بیاد جلو آیا اون میتونه با همین الگوها ادامه بده نه نمیتونه چه اتفاقی میفته خب میبینیم پس ببینید اینو گفتم برای به این نقطه برسیم پس آیا من به این درک رسیدم از سال 2023 که آیا میخوام طبق الگوهای قدیمیم احساسات قدیمیم کولوارهای قدیمی بندنافهای قدیمیم ادامه بدم یا میدونم که باید یک سری چیزها به پایان برسه به خداوندی خدا پلوتو در 29 درجه کپریکورن داره پایان میده داره پایان میده سفرش رو از 2008 شروع شده این سفر ما باید خیلی هامو کوله بارها رو خالی کنیم ما باید حتی اگر نظر احساسی تحت فشاریم باید تصمیم هایی بگیریم که از یک سری چیزها عبور کنیم بگذاریم و بریم نمیتونیم با همون مسئولیت ها و تعهدات ادامه بدیم خیلی از تعهدات در هم میشکنه چون میگه من اینجور نمیتونم ادامه بدم و وقتی که میاد توی نشان آکواریوس در یک ارتعاش دیگه قرار میگیریم در یک ارتعاش دیگه است نمیشه در یک ارتعاش دیگه مثل اینکه شما برید توی فضا ببینید یک نیروی دیگه است یک فضای دیگه است شما نمیتونید با لباس زمینی روی فضا حرکت بکنید با لباس فضا رو بپوشید ما نمیتونیم با همون لباس احساسی با همون تفکرات و الگوهای ذهنی وارد این انرژی جدید بشیم پولوتو ما رو مجبور میکنه ما رو مجبور میکنه که خیلی از اونها رو پایان بدیم خیلی از اون رفتارهامون رو پایان بدیم و برای اینکه به این پایان برسیم باید قدرتمند عمل کنیم باید قدرتمند عمل بکنیم قدرتمند تصمیم بگیریم خب حالا الان که من دارم براتون صحبت میکنم ونوس کجاست توی کماندار مرکوری کجاست توی کماندار اینا دارن اونجا بازی میکنن در حالی که مارس پلوتو و خورشید توی کپریکورن اومدن میگن باید تمرکز روی کارت باشه و این رو به مرحله اجرایی برسونی تمومش بکنی یک کارهای مهم داری مرکوری دلش میخواد اونجا خوش خیال باشه تو نشان کماندار یه حالا درست میشه بابا خب من نمیدونم اونجوری میشه نمیشه چجوری میشه نمیدونه و میاد تازه با نپتون هم نبت درجه میشه در 9 ژانویه نمیدونه و ونوس هم که میخواد عشق کنه توی کماندار حال کنه برای خودش بره بگرده بچرخه در حالی که ونوس آفه اینجا الان ونوس آفه هیچ تعاملی با هیچی نداره ونوس داره برای خودش کیف میکنه و مثلا میدونیم مثلا این چه اتفاقی میفته مثلا اینکه کار زیاد داریم یه کار مهم داریم ولش میکنیم میریم بر خرید میکنیم میگه اینو بخرم اونو بخرم خونم خوشگل کنم اینجا رو رنگش کنم مثلا نمیدونم برم بگردم بچرخم کلی کار ریخته سرش میگه برم پیکنیک کدومی <laughs> که از شما تو این وضعیتین کلی کارهای مهم هست اما میگه که الان دلم خود بگردم بچرخم نمیدونم خرید کنم این کارو بکنم خونم و اینجاشو عوض کنم در حالی که این اولویت نیست در حالی که مبلم عوض کنم پردم عوض کنم رنگ دیوارم عوض کنم رنگ درم عوض کنم اینها یا مثلا اینو بخرم اونو بخرم لباس بخرم آرایشگاه برم این الان در حقیقت یک حکم فرار داره برای ما فرار از انرژی کپریکورنی که جلوی چشم ماست و ما میدونیم که یک مسئولیت سنگین داره میاد انرژی بسیار جدی نشان کپریکورن داره شکل میگیره خب از این جدی تر هم میشه مرکوری میاد توی کپریکورن ونوس هم میاد توی کپریکورن از این جدی تر هم میشه پس ما باید آماده باشیم ما باید آماده باشیم چون در ماه ژانویه ما داریم خیلی از چیزها رو تموم میکنیم باید به قطعیت برسونیم باید به مرحله تکمیلی برسونیم در حالی که باید بفهمیم که هیچ تکمیل شدنی در کمال نیست جمله متوجه شدید هیچ تکمیل شدنی در کمال نیست یعنی هیچ چیزی ممکنه عالی تکمیل نشه همونجوری که ما میخواییم نشه همونجوری که برنامه ریزی کردیم نشه به خصوص که به خصوص که خورشید دقیقا الان توی زاویه سختیه با کایران در قوچ مثال میذارم براتون وضعیت خودم ببینید من میخواستم هوروسکوپ های سالیانه رو برسونم مثلا دقیقا با ورود مارس به کپریکور میخواستم لانچ کنم میخواستم بذارم توی فروشگاه خب برنامه کرده بودم و خیلی هم جون کندم یعنی شبانه روزی دارم کار میکنم که برسونم بیشتر از یک ماه الان و اصلا هم نخورد و خوراک و خواب و همه چی رو زدم اون قسمتیش که دست منه به خودم رو به آب و آتیش میزنم تا انجام بدم این اخلاق منه چون من خودم مارس تو کپریکورنم یعنی تا کارو تموم نکنم ول نمیکنم خب من کاملا انرژی مارس تو کپریکورن رو میشناسم مارس تو کپریکورن تا کارش رو تموم نکنه قضا نمیخوره تا مارسش تا کارش تموم نکنه نمیخوابه بنویسید مارس تو کپریکورن رو بنویسید اینا رو زیر کامنت ها من خودم همینجوریم هم. اما اما وقتی میگم همه چیز اونجوری که ما برنامه ریزی میکنیم پیش نمیره به خاطر اینکه خورشید 90 درجه میشه با کایران و بعد از اون مرکوری داره میرسه به نپتون 90 درجه بعضیا میگن او راشل داری بهانه میاری نه نه اصلا این بهانه نیست من وبسایت از آگست دارم کد نویسی میکنم آمادهش میکنم کد نویسی شده اپلیکیشن درست کردیم خیلی خیلی تیمی که هر سال من تیم تیم جدید میارم کلی کار میکنم برای وبسایت شما ها نمیدونید شما ها فقط ممکنه بزنید اما اگر که کمبودی پیش میاد این به خاطر این نیست که من کار نمیکنم برای وبسایت این به خاطر اینه که حالا یا تعداد خیلی زیادی هستن که واقعا غیر قابل پیش بینی یعنی وارد وبسایت میشن و این ها و ادمینا و مدیرای وبسایت من نمیتونن پیش بینی کنن یا تواناییشو ندارن مثلا نمیدونم یعنی یا اینا توانایی ندارن یا تعداد خیلی بالاست و اینا تجربهشو ندارن ولی به هر حال هر کسی که میاد انقدر من 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 میکنه <applause> اما خوب خوشبختانه قبیله ما انقدر پرکار و فعال و انقدر همه طالب طالب داشتن هوروسکوپ های سالیه هستن ها که این باعث افتخار منه نه اینکه بخوام شکایت کنم این باعث افتخار منه خب اینجوریه که اون وقت مثلا حالا داستان پیش میاد ولی خب مثلا ما میخواستیم اینو زودتر برسونیم به سال جدید و نرسید این قسمتش دیگه دست من نیست این قسمتش برمیگرده به کار دیولوپر و کود نویس و اینها که متاسفانه متوجه شدم که کلا بدقولن این قشر این قشر خیلی آدم های بدقولین ببخشید اگر که شما شنونده هستید که در این جزء همین قشر دیولوپر و اینها هستید ادمین و مدیر وبسایت و اینها متاسفم ولی اون چیزی که من تجربه کردم توی این نه سال همه خیلی بدقولن خب به هر حال ما برنامه ریزی که مثلا من کرده بودم خودم اون قسمتی مربوط به خودم انجام میدم اما اینو میخوام بگم میخوام بگم هیچ چیزی در کمال تکمیل نمیشه رو دارم میگم اون قسمتش که مربوط به بقیه است اونجوری که من میخوام پیش نمیره خب چرا مثال دیگه براتون بزنم با ورود مارس به کپریکورن یکی از ادمین های اصلی من که دقیقا بازوی دست راست منه حسبه بگرفت حس بگرفت قرنطینه شده در شرایط خیلی بدیه تنهاست در یک کشوری که هیچ کس نیست از خانوادهش و من خیلی نگران خودشم نگران بچه هاشم م. یعنی نه تنها کار و پروژه من الان تحت تاثیر اون بیماری قرار گرفت لیوه لیوه با ورود مارس به کپریکورن خونه شیش لیو ضربه خورد و عفونت وارد بدنش شده خب و همین که خب نگران سلامتیش یعنی نظر احساسی من خودم الان تحت فشارم داریم سعی میکنیم انرژی بفرستیم گروه ریکیمون بهش که حالش خوب بشه خب یه چیز دیگه اومد وسط حالا اینو میخوام براتون بگم خورشید مارس و پلوتو توی کپریکورن میگن پروژت مهمه کار بیزینس درست مدیریت اجرا خورشید ببخشید کایران در قوچ منیت ما رو آسیب میزنه غرور ما رو ممکنه آسیب بزنه آیا این سوال من از خود منه آیا من به خاطر کارم به خاطر بیزنسم به خاطر نمیدونم پروژم آیا به خاطر پلنم منیت و غرورم رو مثلا بالاتر قرار میدم و میگم که من حتما الان با کارم رو انجام بدم و به من چه که مثلا اون چه وضعیتی داره نه نه اینجوری نیست من باید در آرامش هم الان نگران اون باشم و کاری که میتونم براش انجام بدم چون ما انسانیم در هیلینگ و التیام اون آیا میتونم کمک بکنم یا نکنم و نباید منیت من و غرور و خودخواهی من افسار منو به دستم بگیره بگه که تو الان فقط پروژت مهمه نه من باید الان انسانیت هم بذارم در درجه اول و در این حال بتونم کارم هم انجام بدم خب مدیریت بکنم مدیریت چی؟ یعنی مدیریت یعنی اینکه که یک کسی دیگر رو جایگزین بکنم تا بتونه همراهی بکنه هم این شرایط اما اون خودش زمان میبره درسته؟ از طرف دیگه مرکوری داره 90 درجه میشه با نپتون در نوه جانبیه و ما دقیقا احساس میکنیم داریم روی زمین سر حرکت میکنیم روی زمین سر داریم حرکت میکنیم پس باید مواظب باشیم لیز نخوریم مواظب باشیم لیز نخوریم باید صبور باشیم باید سر صبر کارهامون رو بکنیم باید خوب برنامهمون رو تنظیم بکنیم تا سر نخوریم باید امکاناتمون رو کامل کنیم مثل اینکه شما میخوای بری اسکی دستکشت نمیدونم چوب اسکید نمیدونم چکمت کلاهت عینکت همه چی رو باید داشته باشی و چیزای یدک هم باید داشته باشی که اگر یه چیزی اونجوری شد اونجوری شد جایگزین بکنی خب این شرایطیه که سیاره ها دارن ایجاد میکنن حالا هر کدوم از شما ببینید برای شما داره چه جوری اتفاق میفته من مثال خودم میزنم برای اینکه شما بتونید یه نمونه داشته باشید تو در مورد شما چجوریه اما این وسط ونوس و مرکوری در کماندار دارن برای خودشون ساز شادی میزنن فکر میکنن که همه چیز عالیه همه چیز خوبه نمیدونم مشکلی نی بریم میگم بگردیم بچرخیم خرید کنیم حالا کارمون آن بعدا انجام میدم دیر نمیشه اونا برای خودشون خیلی خوش خیالن و متمرکز نیست این انرژی موضوع اینه موضوع اینه وقتی که ونوس بیاد توی کپریکورن و وقتی که مرکوری بیاد توی کپریکورن این بهتره این بهتره چرا چون کلشون میان توی کپریکورن و دیگه ما تکلیف خودمون رو میدونیم دیگه دور بازی و نمیدونم وقت تلف کردن و اینا نداریم دیگه میفهمیم که آقا جدیه داستان خیلی جدیه پلوتو در درجه آخر کپریکورنه مارس بعد از دو سال را توی کپریکورن و توقف نمیکنه میگه که برو بگیر اون چیزی که رو میخوای انجام بده تمومش کن جدی حرکت کن و روز بسیار خوبی که استارت این انرژی برو بگیر انجام میشه دهم دهم ژانویه است دهم ده ژانویه مارس با سترن تو زاویه خوبی 11 ژانویه ماه نو بسیار قدرتمندی در نشان کپریکورن 12 ژانویه مارس با روپیتر در زاویه خوبی پس داشته باشید این سه روز رو این سه روز در حقیقت آغاز انرژی قدرتمند کپریکورن در ماه ژانویه 2024 من قبل از این سه روز اصلا توصیه نمی کنم که شما کار مهمی انجام بدید تصمیم مهمی بگیرید معامله مهمی نمیدونم امضا بکنید یا پروژه مهمی رو اجرایی بکنید یا پروژه مهمی رو شروع بکنید یا هیچی هیچی اجازه بدید حرکت 90 درجه مرکوری با نپتون رد بشه رد بشه دهم ده ژانویه شروع انرژی تثبیت شده است و یازده ژانویه ماه نوه و به نظر من دوازده ژانویه بهتر چون ماه نو هم اتفاق افتاده انرژی ماه نو و بعد دوازده ژانویه یعنی ما در دوازده ژانویه چند تا انرژی خوب با هم داریم خب من فکر میکنم که من فکر میکنم که الان شما دقیقا متوجه شدید که من دارم چی میگم چون که ممکنه به خاطر مرکوری تو کماندار و ونوس کماندار ما خیلی خوشبین بیخودی باشیم خیلی خوشبین علکی باشیم همه چی خوب انجام میشه مثلا ممکن که رو من همش داره همین رو من میگه نگران نباش همه چی خوبه من به کارم اطمینان دارم و به نظر من اون خیلی زیادی اعتماد به نفس داره چون این وضعیتی که الان داریم قابل پیش بینی نیست که آیا همه چیز خیلی خوب پیش میره طبق برنامه پیش میره به خصوص کارهای دیجیتال تکنولوژی چون مرکوری در 90 درجه با نپتونه صحبت ها معاملات مذاکرات مصاحبه ها معلوم نیست من امیدوارم هر کدوم مصاحبه دارید مذاکره دارید کار مهمی دارید دادگاهی دارید نمیدونم چیزی دارید بیفته برای بعد از ماه نو بیفته رو دوازدهم به بعد چون انرژی که بعد از ماه نو هست قابل تثبیت کردن این وضعیتی که ما داریم و میگم مهمترین اتفاق بعدش میره روی 20 21 ژانویه 19 20 21 و ما وارد یک انرژی بسیار قدرتمندی میشیم که حقیقتا سناریوهای زندگیمون رو شروع میکنه به تغییر دادن یک چند ماهی هست که همه چیز خیلی درونی بوده اما بر اساس اتفاقات درونی که افتاده معیارها عوض شده و مسائل بیرونی قدرت تبلور پیدا میکنه به خصوص در روزهای آخر ژانویه و در ماه فوریه پس آماده باشین قدرتمند عمل کنید از هیچ چیزی نترسید نگرانی هایی که درونی هست میتونه باعث بشه که ما نتونیم تمرکز بکنیم ما باید آماده هر اتفاقی باشیم حاکم درون خودمون رو تقویت بکنیم اگر حاکم بیرون اگر قاضی بیرون اگر مدیر بیرون اگر رئیس بیرون اگر انرژی های بیرونی ما رو با اجبار و با زور در مسیری قرار دادن که ما پیش بینی نمی کردیم ما باید آماده باشیم که انتخاب درستی بکنیم انتخاب آگاهانه بکنیم تصمیم جدی و جدیدی رو آگاهانه بگیریم چون احتمالش هست این همه انرژی که میاد توی کپریکورن باید باید به خصوص مقامدارها نظامیها نمیدونم حکومتها قاضیها رئیسان مدیران اینها باید حرفهای مهمشون رو بزنن حرفای مهم باشون زده بشه تصمیمات مهم گرفته بشه و یک سره بشه و ما متوجه میشیم که آیا در مسیر درستی بودیم یا نبودیم آیا ما با چشم باز مسیرمون انتخاب کردیم که به اینجا رسید یا نرسید یا نکردیم آیا ما بر اساس توهم جلو رفتیم آیا ما با کسانی همراهی کردیم که در حقیقت در حقیقت نباید بهشون اعتماد میکردیم ببینید کپریکور نشان حد و حدود گذاریه نشان مرزبندیه و اقرب نشان اعتماد الان مارس و پلوتو هر دو توی کپریکورن انرژی اقرب ها که ما اونجا ما متوجه میشیم که چه چیزهایمون چه فکرهایمون رو چه انرژی رو چه وقتهاییمون رو با دیگران به اشتراک میگذاشتیم و این دیگران چه کسانی بودن این دیگران چقدر ما رو از اینکه در راستای مسیر اصلیمون باشیم متوقف کردن ما رو عقب انداختن یا ما رو همراهی کرد؟ اینها همه روشن میشه و ما در این مرحله هستیم بنابراین الان باید یاد بگیریم که انرژیمون رو درست مدیریت بکنیم و تمرکزمون رو روی مهمترین اولویت هامون بذاریم مسئولیت هامون رو بپذیریم مسئولیت تصمیم های قبلیمون رو هم بپذیریم اگر من رسیدم به یه نقطه ای که نتیجهش اون چیزی نبود که من میخواستم یا اون چیزی بود که من میخواستم باید بپذیریم که خودم توی این مسیر اومدم جلو باید بپذیریم وقتی مسئولیتش رو بپذیرم اقتدار درونیم به هم میگه باشه حالا میخوای مرحله بعد چی کار کنی خب و اینکه و اینکه با عجله تصمیم نگیریم با عجله کاری نکنید و به همین دلیل من نمیدونم الان چه روزی دقیقا منم بذارم پروداکتا بذارم برای ده ژانویه یازده ژانویه چون دارم بهتون میگم تا اون وقت اصلا کاری نکنید تا اون وقت انرژی برای نیستش که شما تصمیم جدید و جدی بگیرید هیچ در حقیقت انرژی اون وقته که شروع میشه اگر کسی داره به شما میگه کپریکور اومده مارس اومده حرکت کن بدو نه من به شما این توصیه رو نمیکنم خب وقتتون رو مدیریت بکنید برنامه هاتون رو مستحکم بچینید تا اونجا که میتونید مستحکمش بکنید حالا دیگه نتیجه هر چی شد شد بالاخره باید بتونید مدیریت بحران داشته باشیم اینم یکی دیگه از مسائل کپریکورن چند سالی هم هستش که ما هر بار زمانی که میخوایم هروسکوپ های سالیانه رو لانچ کنیم مرکوری برگشتیه مرکوری برگشتیه و تا بخواد از سایه خارج بشه اینا ما مشکلات خودمون رو داریم این حقیقته حالا شما بعضیاتون میگید این بهانه است یا نه نه بهانه نیست برای اینکه خب ما داریم زحمتمون رو میکشیم روی هم وبسایت هم برنامه ها به هر حال و هر حال شما شما توی کانال کسی هستید که خودش نیه نیه من یه نیم من نیم این یه حقیقته خواستید باور کنید نخواستید باور نکنید اصلا اصراری ندارم نه این تعریف از من نه تمجید از من نه هیچی من فقط دارم بیان میکنم هر چیزی که میگم هر چیزی که برام تو زندگی اتفاق میفته همش تبلور کامل آسمانه و یه چیز دیگه ای که باید در نظر داشته باشیم اینه این پیامیه که دو روزه داره به هم میاد ارزش عمرتون رو بدونید ارزش وقتتون رو بدونید قنیمت بشمارید یک لحظه از زندگی رو و اون رو به بتالت تلف نکنید اون رو به خشم و کینه و نمیدونم جمع کردن کوله باری که کوه شده پشتتون تلف نکنید بذارید پایین کوله بارهای سنگین رو بذارید پایین بذارید پایین اون چیزی که به شما تعلق نداره رو بذارید پایین برای چی دارید با خودتون جمعش میکنید برای چی از نظر کل بار احساسی با خودتون یک سری چیزهایی رو دارید بار میکنید میبرید که جز سنگینی چیزی نداره این چند روز از هر طرف یعنی هم در خود من این پیام میاد صحبت میکنم و جالبش اینه که مثلا موزیکی که پخش شد یهو همین بود میخوام بهتون اینو بگم تمام تمام اتفاقاتی که داره میفته در ماه ژانویه داره به ما نشون میده که کدوم یکی از کارهایی که داریم میکنیم مسئولیت هامون موجودیت هامون اهدافمون در راستای ستون فقرات و چارچوب اسکلتی موجودیت ما در این یونیورس هست و کدومش نیست و در نهایت اینه که من و شما سر و سوزنی هم نیستیم در این یونیورس اینو خوب بفهمیم هم هم. ما که سر سوزنی نیستیم چقدر میخوایم از این چند سباه عمرمون استفاده بکنیم چقدر و چطور ما یک سلولی هستیم که یک کار رو انجام میدیم برای اینکه اون بدن بزرگ زنده بمونه و حرکت بکنه و همیشه گفتم بهتون بدن بزرگ بدن یونیورسه روح الهیه ما یک مدتی زندگی میکنیم عین سلول های یک بدن و بعد میمیریم با این انرژی اغرب شاید علتش اینه که داره در من اینها جاری میشه چون اغرب انرژی پایان انرژی مرگ و مارس و پلوتو دقیقا در دروازه ورودی و خروجی کپریکورنن و میگن زندگیت رو مدیریت کن به چه نحوی به چه شکلی میخوای زندگی بکنی چارچوب بده خودت مشخص کن خودت قوانین زندگیت رو مشخص کن و افسارش رو دست دیگران نده افسار احساست رو دست دیگران نده چون بازی داده میشی اون زمانی شما به قدرت میرسی که کسی نتونه حالتو بد کنه یا حالتو خوب کنه این خودتی که حال خودتو خوب یا بد میکنی هر وقت که بخوای کلیدش دست خودته پس معنای زندگی تو بفهم و اون رو زندگی کن و به اولویت های زندگیت برس نود جنوبی در نشان ترازوه فراموش نکنین ما برای خوش آمد دیگران زندگی نمی کنیم ما برای بهبه و چهچه چه دیگران زندگی نمی کنیم اولویت های زندگی خودتون رو خودتون مدیریت کنید و حاکم درونتون رو پیدا کنید این حاکم در اون وقتی در وجود شما به قدرت برسه هم میتونه به شما و هم میتونه به دیگران کمک کنه هم در مسیر زندگی شما قدرت ایجاد میشه هم این قدرت رو میتونید هر جا که لازم دارید استفاده بکنید نه از نقطه ضعف بلکه از نقطه قوت در مسیر زندگی حرکت کنید دوستان عزیز در صحبت هام گفتم درباره هوروسکوپ های سالیانه و دیگه الان یه سرجمش میکنم حاضره همش خیلی کامله چون نمیدونم امسال برای خودم چه اتفاقی میفته از بس که انرژی های مهمی روی سر خورشیدم اتفاق میفتن میدونم یعنی میدونم زندگیم در حال تغییر تحول بسیار زیادی قرار میگیره برای همین ماه به ماه رو رفتم جلو روز به روز روزهای مهم رو نه اینکه بخوام بگم برای بعضیا گفتم مثلا یک دو سه چهار ولی مثلا یه دفعه رو رفتم گفتم هشت ده اون روزهای مهم اون چیزهایی که تاثیر رو گفتم توضیحات کلی رو هم اولش گفتم و تنها منبع معتبر برای خرید فروشگاه وبسایت horoscopefarsi.net فارسی هست این اطلاع این اطلاعات و آگاهی رو داشته باشید بعدا دوست دارید طبق چارچوب درستی یا نادرستی عمل بکنید خودتون میدونید شما مسئولید من کاری ندارم من فقط دارم اطلاع رسانی میکنم که نگید ما نمیدونستیم و اینکه دقیقا چه روزی میگذارم رو اجازه بدید بهتون خبر میدم چون با وضعیتی که برای ادمینم اتفاق افتاده اولا که خواهش میکنم همه براش دعا بکنید اسمش مریمه و یه بچه کوچیک داره و حالش از نظر جسمی و روحی اصلا خوب نیست و من باید تغییر برنامه بدم نسبت به اون چیزی که پلن داشتیم الان به خاطر این بیماری که اتفاقی خور شروع شده این عفونه ما باید تغییر پلن بدیم نیروی جدید جایگزین بکنیم و به اضافه اینکه مرکوری در 90 درجه با نپتون رو خودم ترجیح میدم بگذرونم چون احساس میکنم بین نهایت عذاب آور میشه یعنی بین نهایت حرف بی اساس اعتراضات و نمیدونم چیز چی میگن اختلالات و همه اینها خیلی زیاد میشه توی مرکوری 90 درجه با نپتون اما خب حالا بذارید با مدیر وبسایت تمام صحبت بکنم با دیولپر و اینها ببینیم که چه نتیجه خواهد داشت اما به هر حال نگران نباشید هوروسکوپ ها حاضره و چیزی را دست نمیدید چون دارم به شما قویا اعلام کنم که الان اصلا وقت عکس عمل یا انتخاب یا تصمیم جدی نیست صبر کنید تا ماه در نشان کپریکورن که 11 ژانویه 2024 اتفاق میفته در و درباره این ماه در نشان کپریکورن برای همه نشان ها صحبت کردم در فایل های خب دوستان عزیز فعلا همینقدر با هم در تماس باشیم یعنی <گذ> صحبت کردیم حالا بعد بیشتر در تماسی من شما رو آپدیت میکنم درباره بقیه مسائلی که داریم تصمیم میگیریم و امیدوارم که طبق معمول صحبت های من کمک بکنه تا بتونید بهترین عکس ها رو در این شرایط داشته باشید و آگاهی پیدا کنید از اون تیکه های پازلی که کم کم کنار هم جمع میشه وقتی مرکوری بیا توی نشان کپریکورن مرکوری در نشان کماندار به ما کمکی نمیکنه کماندار نمیتونه سرجم بکنه نتیجه گیری بکنه مدیریت بکنه و مرکوری توی کماندار حالش خوب نیست و تو سایه هم هست همچنان الان زمان پرداختن به اولویت های مهمه و مرکوری توی کماندار خوش خیاله و ونوس توی کماندار دوست داره که بگرده خرج بکنه خوش باشه اینا میان تو کپریکورن پس حواستون باشه که کار باید انجام بشه یک چیزی باید تکمیل بشه یک تصمیم گیری های مهمی باید اتفاق بیفته خودتون رو برای اونها آماده بکنید با موفقیت برای تک تک شما تا صحبت های بعدی و ویدیو بعدی خدا نگهدار لوهناهو و Thank you.